سلام، شبتون بخیر. به شباهنگ امشب خیلی خوش اومدید. در برنامه امشب چند گزارش هنری داریم همراه با خبرهایی از دنیای سرگرمی. همراه ما بمانید. جشنواره موسوم به گلوبال سیتیزن یا شهروند جهانی در نیویورک برگزار شد. هدف کلی این جشنواره ریشه‌کن کردن فقر و جمع‌آوری پول برای امور خیریه است، ولی هر سال تمرکزش رو بر روی مسائل روز می‌ذاره و همزمان با مجمع عمومی سازمان ملل متحد برگزار میشه. جشنواره گلوبال سیتیزن پیوندی است میان دنیای موسیقی و سیاست و سعی می‌کنه از طریق موسیقی جوانان رو به فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی از جمله رأی دادن و اهمیت دادن به برابری در جامعه تشویق کنه. از اجراهای امسال میشه به اجرای جنت جکسون، دی ویکند و کاردی بی اشاره کرد. جنگ در سوریه، شرایط نابسامان شهروندان سوری و وضعیت پناهجویانی که برای داشتن زندگی بهتر خانه و کاشانه خودشون رو ترک کردند، موضوعی است که برای یک هنرمند سوری گریزناپذیر. پشت‌های خمیده، چشم‌های غمگین و یأس روی بوم این هنرمند سوری نقش می‌بندد. نجاح بوخای، هنرمند اهل دمشق، می‌گوید هر بار پشت بوم می‌نشیند، ناخودآگاه تجربه‌های خودش از زندان، شکنجه و مرگ را روی صفحه سفید می‌آورد. هر بار میخوام موضوع رو عوض کنم نمیشه. میبینم باز دارم همون سوژه ها رو میکشم. نمیدونم به خاطر تکنیکم یا فضا. به خاطر اینه که در این قصه پایان ناپذیر جنگ در سوریه گیر افتادم، یا برای اینه که دلم میخواد به اعتراض ادامه بدم. شایدم دلم میخواد خودم رو خالی کنم. واقعا نمیدونم. بوخای 2 سال است با همسر و دختر 16 سالش در فرانسه زندگی می کند. او در سوریه 2 بار توسط ماموران رژیم به اتهام ایجاد اغتشاش بازداشت شد. نخستین بار در سال 2011 بود که در جریان سازماندهی تظاهراتی بر ضد بشار اسد دستگیر شد. پس از 11 ماه آزاد شد و از آنجایی که جان خودش و خانوادهش در خطر بود، تصمیم گرفت فرار کند. ولی در مرز سوریه و لبنان گیر افتاد. او به کمک برادرش که در فرانسه زندگی می کرد، زندگی دوباره ای را آغاز کرده. من عاشق نقاشی هستم، ولی مهمتر از اون دلم میخواد هر چی دیدم یا تجربه کردم ثبت کنم. فکر میکنم نقاشی راهیه برای رسوا کردن رژیم سوریه، راهیه برای ادامه اعتراض و پیشرفت در مسیر تغییر. در واقع حس میکنم اگه دست از نقاشی کردن بکشم، انگار دستامو به نشونه تسلیم در برابر دیکتاتور بالا بردم. بوخای با این کشور بیگانه نیست. او در اوائل دهه 90 میلادی برای تحصیل در رشته هنر به اینجا آمده بود و با فرهنگ فرانسوی ها آشناست. او از طریق انجمن فرهنگی سوریه با هنرمندان سوریه دیگر آشنا شده و همراه با آنها در راستای آگاهی رسانی در مورد وضعیت پناهجویان و کسانی که در زادگاه خود مانده اند و
با جنگ و بحران دست به گریبانند تلاش می کند. نقشی از اندیشه، نقشی از خیال، نقشی از هنر. نقش قلم جمعه ها ساعت 7:30 به وقت تهران. در دنیای هنر جایزه ترنر اعتبار و اهمیت خیلی زیادی داره. امسال آثار هنری ویدئویی آثار دیگر رو برای دریافت این جایزه سالانه هنرهای بصری بریتانیا تحت شعاع قرار داد. 4 هنرمندی که برای جایزه ترنر انتخاب شدند همه با ویدئو کار کردند، از فیلم‌های 35 میلیمتری گرفته تا اونایی که با آیفون ساخته شده. در این نمایشگاه نه نقاشی به چشم می‌خورد و نه مجسمه. 4 هنرمندی که برای جایزه معتبر ترنر انتخاب شدند همه با تصاویر متحرک کار می‌کنند. در نتیجه شما تابلوی روی دیوارهای این نمایشگاه نمی‌بینید. در عوض نمایشگاه مربوط در گالری هنر تیت لندن بیشتر شما را یاد سالن ورودی سینما می‌اندازد که در آن 4 در بازدید کنندگان را به اتاق‌های تاریکی که 4 هنرمند آثارشان را در آنها به نمایش گذاشته‌اند دعوت می‌کند. اثر لوک ویلیس تامسون برای مثال رابطه بین مردم و تصویرگری آنها را نشان می‌دهد. یک قطعه ویدیو یک زن سرخپوست گریان را نشان می‌دهد، در حالی که یک پروژکتور فیلم 35 میلیمتری در نزدیکی صدای تق تق بلندی تولید می‌کند. جایزه ترنر که در سال 1984 بنیان نهاده شد، یک جایزه معتبر بریتانیایی است که سالانه به هنرمندان مستقر در این کشور اهدا می‌شود. و اغلب بحث داغ در مورد ارزش هنر مدرن در محافل هنری به وجود می‌آورد. و بنا به نظر لینزی یانگ، مسئول بخش آثار معاصر تیت لندن، امسال نیز مورد استثنا نیست. چیزی که در مورد امسال شگفت‌انگیزه اینه که هر 4 هنرمند منتخب با تصاویر متحرک کار میکنن، ولی کاراشون متفاوته. ما اینجا فیلم‌های 35 و 16 میلیمتری داریم. یه فیلم داریم که تمام با آیفون گرفته شده و یه هنرمند هم داریم که با ویدئوهای آرشیو کار کرده. و یک گروه هنرمند هم داریم که با تصاویر متحرک کار کردن، ماکت های 3D و عکس های پلیس. اثر هنری شارلوت پرودیژه بریژیت نام دارد و تمام با آیفون گرفته شده. این ویدیو که طبیعت و جنبه بیوگرافیایی دارد، از ویدیوهایی که در یک روستا در اسکاتلند و از داخل خانه هنرمند از جمله گربه‌اش گرفته شده ساخته شده است. اثری دیگر از آژانس بین المللی پژوهشی فرنزیک آرکیتکچر است با عنوان کشتار ام الحیران 18 ژانویه 2017. این اثر پیچیده که از ویدیو، عکس، ماکت‌های کوچک 3D و نوشته استفاده شده به رویداد مرگبار 18 ژانویه 2017 اشاره می‌کند، هنگامی که پلیس اسرائیل سعی داشت یک روستای ناشناخته بادیه نشین در جنوب اسرائیل را پاکسازی کند. استل لووت، منتقد هنری سرشناس بریتانیایی، این اثر را محصور کننده می نامد. وقتی ما به مدتی که به یه نقاشی نگاه میکنیم فکر میکنیم، میبینیم که شاید کمتر از 1 دقیقه باشه. ممکنه از قابش یا از رنگش خوشمون نیاد، ولی با ویدیو مرتب توجهمون جلب میشه، چون مرتب در حال حرکته. به خاطر همین توجهمون رو جلب نگه میداره. اثر نئی مهیمن نیز از ویدیوهای آرشیو و مستند به هم بافته شده که به عقایدی چون امید و تنهایی اشاره می کند. تمرکز هنرمند بنگلادشی بیشتر به روی کشورهای آزاد شده از حکومت استعماری است. نام برنده جایزه ترنر 2018 4 دسامبر در یک مراسم ویژه در لندن اعلام خواهد شد. هرچند آثار هر 4 هنرمند تا 6 ژانویه 2019 در گالری تیت لندن باقی خواهند ماند. بله، از جایزه ترنر در بریتانیا گفتیم. در لندن میمانیم و دیدن میکنیم از نمایشگاهی که آثار یکی از بزرگترین هنرمندان معاصر رو در کنار مجسمه های عصر باستان برای عموم به نمایش گذاشت. ما
مجسمه مرد متفکر از شاهکارهای اوگوست رودن، هنرمند بزرگ فرانسوی، در موزه بریتانیایی در لندن در کنار دیگر آثار وی به نمایش گذاشته شده. رودن که در سال 1840 متولد شد، یکی از مجسمه سازان برجسته تاریخ معاصر به شمار می رود. او از معماری روم باستان برای خلق آثارش الهام می گرفت و در نمایشگاه نیز در کنار کارهایش مجسمه های مرمر که از بنای پارتنون در آکروپولیس آتن آورده شده ارائه می شوند. از همین رو نمایشگاه رودن و هنر روم باستان نامگذاری شده. او همیشه از مجسمه‌های پارتنون به وجد می‌آمد و تحلیلگر این آثار بود. نمایشگاه ما این امکان را به بیننده می‌دهد تا بنای پارتنون را از دید رودن و آثار رودن را از دریچه بنای پارتنون نگاه کنند. تمامی مجسمه‌های پارتنون از آنجا که هزاران سال قدمت دارند کامل نیستند و قطعاتی از آنها شکسته شده. این ناتمامی برای رودن بسیار جذاب بود و او در ساخت مجسمه هایش از این عنصر بهره می برد. رودن از مجسمه های شکسته الهام می گرفت. برعکس بسیاری از مردم در زمان خودش از اینکه این مجسمه ها نصفه هستند یا سر و دست و پا ندارن، اظهار تأسف نمی کرد، بلکه برعکس ازش تجلیل می کرد و از قدرت هنری که مثلا در یک نیمتنه وجود داشت لذت می برد. اون نخستین هنرمندی بود که خلق عمدی یک نیمتنه بدون سر و دست و پا رو تبدیل به یک ژانر هنری کرد. بوسه از دیگر آثار معروف رودن در این نمایشگاه به معرض عموم گذاشته شده. او برای تولید این اثر از مجسمه خدایان یونان باستان الهام گرفت. بوسه رودن اثر خیلی جالبیه. برام خیلی جالب بود وقتی فهمیدم رودن برای ساختنش از مجسمه دروازه های جهنم الهام گرفته بود. اون تمام عمرش روی این پروژه کار کرد و قرار بود روی دروازه یک موزه هنری در پاریس قرار بگیره. اما اون موزه هرگز ساخته نشد. با این حال رودن هرگز از این مجسمه دست نکشید و اون رو تبدیل به یک پروژه شخصی کرد. این مجسمه به مجسمه های پارتنون شباهت زیادی داره. بارها از موزه بریتانیا دیدن کرده بود تا از مجسمه های باستانی طرح بکشد و ایده بگیرد. او می گفت تماشای آن آثار موجی از احساسات را در او بیدار می کرد و شباهت نزدیک آنها به اندام انسان، جذابیت و عظمتشان برای رودن جالب بود. متولد 1361، نمایش جدیدی است که آسیه زیایی، بازیگر و کارگردان ساکن لس آنجلس روی صحنه برده. اثری نوشته نغمه سمینی در مورد چالش‌های زنان ایرانی بعد از انقلاب، مشکلات دوران جنگ و نسل سوخته. خانم زیایی در گفتگو با بهنود مکری در مورد این نمایش توضیح میده. آجیر قرمز است که مامان زودی میاد پیشه. سرده، منم که سرمایی. گفت کیو میخوای صدا کنی؟ مادر تو میخوای بی آبرو بشی؟ آسیه، در حدی که امکانش هست درباره نمایشنامه صحبت کن. متولد 1361 چه داستانی داره؟ به چه موضوعی میپردازه؟ زندگی یک دختریه که متولد 1361 در واقع همسن خود منه و کار ما با صدای آژیر قرمز شروع میشه. یعنی متنم با صدای آژیر قرمز شروع میشه. دو تا خواهرن که توی در واقع جنینن و همدیگر رو بغل کردن و اینا دارن با همدیگه صحبت میکنن.
یکی از خواهرها اصلا حرف نمیزنه و اون خواهره که شخصیت اصلی داستانه که نواز که من بازی میکنمش، اون شروع میکنه هی با این حرف زدن، میگه بیرون چقدر شلوغه، چقدر سر و صدا است، نمیدونم چرا صدای این قلب مامان من ساکت نمیشه، و هی داره اطلاعات بیرون به ما میده. ما از اطلاعاتی که این دختر به ما میده میفهمیم که بیرون بمباران شده و اینا اومدن توی زیر زمین و حالا زنه داره توی زیر زمین زایمان میکنه در واقع، و این لحظه زایمانه که این دوتا دارن با هم دیگه حرف میزنن. اتفاقی که میفته اون خواهری که اسمش نداست و حرف نمیزنه میمیره، و ولی بهش قول میده که همیشه با نوا بمونه و در تمام زندگیش ازش مراقبت بکنه. وقتی که نوا داره به دنیا میاد، این خواهره دستشو دراز میکنه و یه خراش میدازه روی گونه چپ نوا که این خراش تا آخر عمرش با نوا میمونه و در واقع نمادی از خواهره است. ما توی تمام صحنه های داستان که 6 سالگی نوا، 13 سالگیشه، 22 سالگیشه، 28 سالگیشه و مرگشه، توی تمام صحنه ها نمادهایی از خواهر رو میبینیم. یه جا به شکل یک درخت، یه جا به شکل یک کبوتر، یه جا عروسک، توی هر صحنه ای و توی تمام این صحنه ها داره نوا رو نجات میده. در تمام در واقع بخش های سنی که ما از نوا میبینیم، زندگی این آدم داره میره به سمت زوال، به سمت نابودی، و تنها کسی که نجاتش میده و کمکش میکنه حضور این خواهره و روح این خواهر است. من هنوز نمایش رو ندیدم، ولی با توجه به توضیحاتی که دادی شاید بشه گفت محور اصلی نمایش زن و ماجراهایی که در جامعه ایران داره. نظر خودت چیه؟ محور داستان زن هست. منم ما کارو زیاد کار زنانه ای نمیبینم، اما همونطوری که میدونی همیشه زنها توی جامعه شرایط براشون سخت تره و این اتفاقی که برای شخصیت داستان ما هم میفته به همین شکله. بازیگر اصلی کار زنه، اما در این کار خیلی از تمام مردهایی که در زندگی این زن هستن و شرایطی که براشون گذشته و شرایطی که برای اونهاست و روی این زن داره تاثیر میذاره صحبت میشه. کار، من میگم این کار برای نسل ماست که بهش میگن نسل سوخته، نسلی که توی جنگ به دنیا اومد و یک با تغییر و تحولاتی روبرو شد و شرایط اجتماعی بهش تحمیل شد و توش قرار گرفت که تمام زندگیش رو تحت تاثیر قرار داد، و نسلی که جنگنده از هر دفعه آخر هر صحنه خودش رو نجات میده، به یک شکلی نجات پیدا میکنه و ادامه میده زندگیشو. بیشتر از دو سال سرانجام یک فیلم تمام کمدی صدرنشین جدول فیلم‌های پرفروش هفته در آمریکا شد. فیلم مدرسه شبانه با بازی کوین هارت و تیفانی هدیش با حدود 28 میلیون دلار فروش فاتح گیشه سینماهای آمریکا شد. هرچند این فیلم زیاد نظر منتقدان را جلب نکرده، ولی قرار گرفتن این دو هنرپیشه کنار هم باعث شد نقدهای منفی تأثیر چندانی روی فروش نداشته باشه. Teaching the conventional way just isn't going to get it done. Why we in ring? What's the square root of 81? What? What's the square root of 81? Can we just take down the toot? Toot? Really? No, I'm... You haven't even seen the beginning of this attitude. Say that to me again. I apologize. That was a poor choice of words. I just mean I need you to show me the respect that you would show your boss. Because it's your house, right? Oh, you did the black voice thing with him? It's not a black voice. In actuality, not a black voice. No, you do a black voice. You don't remember when you was in that meeting, you was like, we gonna get it lit up in here, this meeting lit. Money.
موزیکی که برای پایان شباهنگ براتون انتخاب کردیم کاریست از گروه بومرانی به نام گذشتن و رفتن پیوسته یا خیلی دوری. ممنون از اینکه شباهنگ رو برای تماشا انتخاب کردید. برای دیدن گزیده ای از گزارش ها و خبرهای هر شب ما شباهنگ رو روی فیسبوک دنبال کنید. تا دیدار بعدی، روز و شبتون خوش. در حافظش مانده معنی حافظه، آرزوی ضبط و نگهداری مطالب و وقایع، معنی آرزه، اتفاق پیش آمد مرزش، معنی فاصله، مسافت بین دو چیز یا دو کس، تو خیلی دوری، خیلی دوری، تو خیلی دوری، خیلی خستگی، معنی کهنگی، معنی دلتنگی، بیهودگی، معنی انتخاب، کشیدن کسی از میان گزینه‌های موجود، معنی التهاب، افروخته شدن زبانی، کشیدن استرس، معنی استرها، هیجان ناخوشایند همراه با بی‌قراری، معنی اجتناب، سازوکار دفاعی که در آن فرد از آنچه یادآور موارد ناگوار باشد دوری می‌کند. تو خیلی دوری، خیلی دوری، تو خیلی ابتدا، معنی اشتباه، معنی انقضا، انتقام، معنی استمرار، گذشتن و رفتن پیوسته، تکرار، گذشتن و رفتن پیوسته، تکرار، گذشتن و رفتن پیوسته، گذشتن و رفتن پیوسته. تو خیلی دوری، خیلی دوری، تو خیلی دوری، خیلی دوری، تو خیلی دوری، خیلی دوری، تو خیلی صدای آمریکاست.